بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دولت و ملت دو وجود مستقل و متمایز از یک دیگرند. دولت کارگزاری است قدرتمند در سرتاسر آنچه در تابعیت اوست، اما مردم اجتماعی است که به یک قلمرو مشخص وابستگی دارند. از سوی دیگر پویایی و پیشرفت جامعه در گرو حرکت همسو و همدلانه دولت و ملت در کنار یک دیگر است. اما در کشورهای توسعه نیافته تضاد میان دولت و مردم همواره یکی از چالش‌های مهم بر سر راه دولت ملت سازی بوده است. در جهان سوم و از جمله در افغانستان همواره ضعف انسجام سیاسی اجتماعی و صف‌بندی‌های داخلی دولت‌ها را در معرض شکنندگی قرار داده و مسبب ظهور مشکلات عمیق در سطح ملی شده است. در این برنامه بعد از خبر با حضور جناب دکتر محمد باقر سعیر و جناب سیف الرحمن ابراهیمی اساتید دانشگاه به واکاوی چگونگی تعامل متقابل دولت و ملت می‌پردازیم. سلام بر هر دو بزرگوار و خیلی خوش آمدید. جناب استاد سعیر، از شما شروع می‌کنیم. در کشورهای توسعه نیافته همچنان که ما در مقدمه هم عرض کردم، تضاد میان مردم و دولت همواره از چالش‌های بسیار مهم و اساسی بر سر راه دولت و ملت سازی بوده. این وضعیت در افغانستان چگونه قابل بررسی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب در محضر شما، مهمان گرامی و بینندگان بسیار خوب شما. ببینید، شما دولت را چی یک موجود تصنعی بدانید، بنابر نظریه هایی که موجود، دولت را یک موجود مصنوعی و ساخته شده میدانه، انتزاعی بیشتر، بله، چی برآمده شده از یک قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت بدانید، چی موجود طبیعی بدانید. دولت من حیث دولت باید پنج کارویژه اساسی داشته باشه، که این پنج کارویژه اساسی چه دولت دولت سکولار باشه، چه دولت دولت دینی باشه، چه یک جمهوری دموکراتیک باشه، چه یک جمهوری سوسیالیستی باشه، چه یک حکومت توتالیتر باشه، چه شاهی مطلقه باشه. از هر کدام از اینا اتباع شهروندان و کسانی که در او حیطه و جغرافیه و تحت حاکمیت زندگی میکنه درخواست داره باید این چیزا آماده شه. بس اول و کارویژه اول هر دولتی باید امنیت باشه. بر اساس نظر پردازان قرارداد اجتماعی، مردم آمدن مسئولیت امنیت را به یک موجودی به نام دولت گذاشتن و او باید و وظیفه اصلی و اساسی و اولیش است باید تأمین شه. در کنار بحث تأمین امنیت، بحث تأمین عدالت، تأمین نظم، رفاه و اشتغال زایی و بحث تعلیم و تربیت است، بحث سعادتمندی و جهدهی مردم به یک مسیر مشخص کارویژه ششم است که در دولت‌های ایدئولوژیک، دولت‌هایی که مبتنی بر ایدئولوژی‌های دینی است، استوار است. متاسفانه در کلیت کشورهای جهان سوم وقتی کارویژه از طرف دولت تأمین نشود، وقتی سیستمی به نام دولت نتانه کارویژه اساسی و علت وجودی و فلسفه وجودی خود را تأمین بکنه، به صورت اوتوماتیک و طبیعی موج از نارضایتی ها، موج از بدبینی ها در میان مردم شکل میگیره. وقتی شما به دولت من حیث یک سیستم مالیه میپردازین، تکس از شما میگیره، توقع شما ایست که شما در کوچه و پس کوچه آرام باشین، امنیت شما را هم یک عنصر به نام دولت تأمین کنه. اما برعکس است، شما آمدین سر موضوع افغانستان، متاسفانه یک لایه و یک مانع بسیار کلانی وجود داره در بحث ارتباط دولت و ملت و چالش های زیادی هم در پروسه دولت ملت سازی است. اصلا ما تا به حال از نظر تیوریک به این از جا نرسیدیم که آیا ما کار را از دولت سازی شروع کنیم یا از ملت سازی شروع کنیم. آمریکایی ها آمدن تلاش کردن که دولت سازی کنن، از دولت سازی خسته شدن، تلاش کردن ملت سازی کنن، دیدن که مانع زیادی فرهنگی، اجتماعی، قومی و نژادی و اتنیکی در درون افغانستان است، لذا
در دوره قبل یکی از مسئولین ارشد ایالات متحده امریکا آمد گفت ما دیگه تمام داده ها رو به شما آماده نمیتونیم، کمک میکنیم به شما، میلیاردها دلار سرازیر میکنیم، قسمت عمده کار ملت دولت سازی یا دولت ملت سازی مسئولیت خودش است. واقعا هم هست کشورهایی که ساخته شده و دولت هایی که ساخته شده عنصر بیرونی زیاد نقش نداشته، گرچه در بعضی کشورها در شمال آفریقا سازمان ملل متحد و بعضی نهادهای بین المللی نقش ممد و مؤثر داشته، اما در کشور مثل افغانستان از سال 2001 که سازمان ملل متحد کشورهای قدرتمند جهان تلاش کردند که این پیوند ایجاد شود، متاسفانه زیاد موفق نبودند و فعلا ما متاسفانه شما میدانید با یک دولتی با تمام چالش ها مواجه هستیم و قدمه ابتدایی را به سوی ملت سازی و ملت شدن هم حرکت ندادیم. لذا وضعیت در افغانستان اگر ما بخواهیم که یک مقایسه داشته باشیم با کشورهای دیگه شاید زیر خط دولت سازی و ملت سازی ما باشیم. متاسفانه استفاده کردیم، خیلی ممنون، دقیق و جامع صحبت فرمودین. جناب آقای ابراهیمی، در تحقیقات انجام شده ثابت شده که همسویی دولت ها و ملت ها در کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر از سایر کشورهای جهان است. چه چیزی موجب تعامل متقابل دولت ملت در ممالک توسعه یافته شده؟ آیا آنچه این وضعیت را در کشورهای توسعه یافته به وجود آورده پایبندی دولت های اونا با مؤلفه هایی است که یا کارویژه هایی است که جناب دکتر به اشاره فرمودن، مثل امنیت و عدالت و نظم و رفاه و تعلیم و تربیت و امثال اینا، یا اینکه مردم به لحاظ فرهنگ سیاسی اجتماعی در مرحله ای از رشد یافتگی رسیدن که احساس میکنن باید با دولتشان همکار و همسو باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به مهمان گرامی و بیننده های تلویزیون جهانی تمدن. در رابطه با سوال شما باید قسم ابراز نظر کنم که خود دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و به عنوان یک نهادی که مظهر قدرت سیاسی هست، ای از لحاظ اجتماعی در هوا معلق نیست، بلکه در متن پیچیده منافع اجتماعی قرار دارد و امی دولت هست که از نیروهای اجتماعی ساخته شده. ممکن بعضی اوقات نیروهای اجتماعی در تقابل به دولت قرار داشته باشه، ولی بعضی اوقات امی نیروهای اجتماعی به عنوان یکی از طبقاتی که حاکمیت میکنه می باشد. خود دولت جناب رئیس صاحب چهار وجه دارد که یک وجه اجبار دولت هست، وجه حاکمیتی هست که بیشتر در دیدی کسایی که قانون نقض میکنه تجسم پیدا میکنه بیشتر. دیگه وجه خدماتی دولت هست که وجه خدمات عمومی است، مردم از دولت یک سری انتظارات داره که خدمات باید ارائه بکنه. دیگه وجه خصوصی دولت هست که وجه منافع هم میگویه. در اینجا است که یک تعداد از حلقات اجتماع که در داخل ساختار نظام نقش داره در اصل امی تعرض منافع اینها وجه خصوصی دولت میسازد به او اساس، و یک وجه عمومی دولت هست. خب از دید امی چاربود دولت ما زمانی که نگاه میکنیم در جوامع پیشرفته، در جوامعی که به بلوغ سیاسی رسیدن، این مراحل ابتدایی را طی کردن که در این رابطه هم علما نظریات دارد. بعضی اینها میگه که امی توسعه در کشورهای پیشرفته یک خط را در بر میگیره که توسعه خطی هست. کشورهای عقب مانده، دولت هایی که در وضعیت بسیار ضعیف قرار داره، اینها هم باید این مراحل را طی بکنه از لحاظ زمانی تا به اون نقطه‌ای که دولت های متوسط رسیده برسه. خب مسئله اساسی در اینجا است که به صورت کل دولت محصول قرارداد اجتماعی است، دولت یک موجود تصنعی است. دولت به عنوان یک نهاد حقوقی و سیاسی زمانی که اقناع لایه‌های
پایین افکار جامعه و تعاملات جامعه به او امرانه باشه، در اینجا است که در تقابل واقع میشه. به او اساس جامعه را اگر ما تقسیم بکنیم به جامعه متجانس و غیر متجانس، در جامعه متجانس که جامعه پیشرفته هستند، اوجا به اساس یک قراردادی فراتر از اجتماع، یک قراردادی به دولت داره که دولت به عنوان یک ابزار ارائه خدمت، به عنوان یک نهادی که در خدمت ملت هست. چرا که مبارزات سیاسی به خاطر اینمی بود در طول امی تحولات سیاسی که حاکمیت منتقل شوه از دولت به ملت و پس سیر عمودی حاکمیت از طرف ملت آغاز شود به دولت. به او اساس دولت ها خادم هستند، دولت ها تابع هستند، دولت ها در خدمت مردم هستند و از لحاظ مفهوم هم این متحول شده، چرا که یک وقت نشنال ستیت بود، دولت ملت بودن، ولی حال به والفر ستیت متحول شدن که دولت رفاه هستند. یعنی به هر اندازه‌ای که در غرب ما در جامعه با ثبات نگاه بکنیم، در اوج خود جسامت دولت کوچک شده رفته، ولی کیفیت ارائه خدمات بیشتر شده است. خب این تحول مفهومی که شما به او اشاره فرمودین که از دولت ملت تبدیل شده به دولت رفاه، این محصول و معلول چه عواملی است؟ محصول همین مبارزات است، محصول تکامل امور رشد فکری هست، محصول این است که در اوج به اساس عقلانیت هر پدیده‌ای که ایجاد میشه به اساس عقلانیت اونها انتظارات منطقی از او پدیده ها داره. به او اساس دولت هم فلسفه وجودی خود را درک میکنه و ملت هم به اساس همون قراردادی که صورت گرفته تابع یک دولت میشه. زمانی که دولت نتونه مو کارویژه هایی که مربوط به دولت هست انجام بده، در اینجا است که به انقلابات روبرو میشه و او انقلابات هم به اساس همون منطق عقلانی به پختگی میرسه. به او اساس در جوامع همگون، در جوامع متجانس، هر کارکرد دولت بر اساس منطق عقلایی وقتی صورت میگیره، سبب اقناع کسایی که تحت حاکمیت دولت هست میشه. ولی در جوامع نامتجانس زمانی که یک برنامه را روی دست میگیره دولت، در اینجا هزار خواستی که طبقات و جوامع مختلف داره، این سبب از این میشه که دولت در حالت صفری بر محور خود حرکت داشته باشه. به او اساس در این جوامع ناهمگون هر کارکرد دولت اگر کامیاب هم باشه ضرب صفر میشه. به او اساس این یکی از عواملی است. عامل سیاسی بسیار مهم هست که در غرب زمانی که اینها میخواهد که امو ارزش های خود به جهان سوم یا کشورهای عقب مانده بقبولانه، اینها بیشتر کوشش میکنه که دولت های وارداتی را نه که نتیجه و محصول فرایند منطقی رشد جامعه باشه نیست. به او اساس اینها صاحب دولت های وارداتی هستند، خیلی دولت هایی که سرشان قبول تحمیل شده است. بسیار کوتاه میخوام این موضوع را به اشاره بفرمایید که وقتی شما از جوامع متجانس یا همگون صحبت میکنین، منظورتان از همگونی ای است که این جوامع به لحاظ نیاز سنجی یا نیازهایی که دارن در یک سطح قرار دارن، یعنی دولت مثلا تصدیح کرده و همگون سازی کرده دولت جوامع را به لحاظ نیازها و مطالباتی که دارن از دولت، یا منظور چیز دیگه؟ خب از چند لحاظی که خب از لحاظ اقتصادی رشد متوازن است در این جوامع، امی رشد متوازن سبب از این میگرده که همگونی در متن جامعه به وجود بیاید. یعنی یکی غلام دیگه نیست، یکی بادار دیگه نیست. به او اساس هر شهروند به عنوان یک موجود او سرزمین دارای حقوق سیاسی، اقتصادی همسانی هستند و هم از لحاظ فکری به یک رشد از لحاظ تحصیلی و از لحاظ ذهنیت سازی در او صورت گرفته که به همگونی رسیده. و مسئله دیگه از لحاظ قرارداد اجتماعی، اینها درک کردند که با کدام محور، بر محور کدام ارزش ها ما به اساس یک قرارداد یک دولتی را به وجود آوردیم. فلسفه وجودی دولت و فلسفه قراردادی که اینها به محور او توافق کرده، در اینجا هم یک دید مشترک. خیلی ممنون، استفاده کردیم. خب جناب استاد سعیر، ما در جهان سوم و مخصوصا در افغانستان به عنوان شاید شاخصترین کشور جهان سومی شاهد ضعف انسجام سیاسی اجتماعی هستیم و
و همینطور شاهد صفبندی های داخلی که همواره موجب شکنندگی اوضاع و ایجاد چالش های بسیار بنیادین و بزرگ بر سر راه دولت میشه. ما پرسش را که در این خصوص میخوام مطرح بکنم با توجه به واقعیت های عینی جامعه ای است که برای انسجام بخشی اجتماعی و حرکت به سمت رضایتمندی و ایجاد مشروعیت و کسب حمایت های جمعی دولت چه سیاست هایی را باید در پیش بگیره و دولت هایی که ما در دست کم 20 سال گذشته در افغانستان شاهدش بودیم چقدر در این مورد ناکام یا موفق و کامیاب بودند؟ در علم سیاست تیوریز به نام تیوری تحلیل سیستمی، در این تیوری اندیشمندان معتقد هستند که دولت ها شبیه اجسام زنده دارای یک سیستم است. تا زمان این سیستم میتونه موفق عمل بکنه، انسجام رو به وجود بیاره، مشکلات رو در جامعه حل بکنه که تعادل در سیستم حفظ شده باشه و تمام نیروهای سیستم در جای خود باشه و کارویجی خود رو انجام بده. مطابق به این تیوری یک مجموعه ورودی ها داریم ما، بعد پروسیسر داریم و بعد خروجی ها و فیدبک. ورودی ها، سیستم، خروجی ها و فیدبک ها نظر به واقعیت های عینی جامعه و که جامعه به تعبیر مارکس در کدام مرحله تاریخی قرار داره کاملا متفاوت است. ما حداقل از نظر فعلا، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی شبیه یک حکومت فیودالیته با حالت سیاسیش مواجه هستیم. یعنی او فیودال های سابق زراعتی که صدها جریب زمین به اختیار داشت، فعلا ما فیودال های سیاسی داریم. متاسفانه سیستم نتانسته خود را عیار بکنه و طوری خود را عیار بکنه که بتانه تمام ای داده ها را انسجام ببخش. در یک جامعه دموکراتیک، احزاب سیاسی، جریان های سیاسی و جامعه مدنی و جوامع خرد و کوچکی که رسالتش این است که بتانه خواست های شهروندان طبقه بندی بکنه و به صورت طبقه بندی شده وارد نظام سیاسی بکنه. در افغانستان ما متاسفانه ما داره یک حزب سیاسی ملی هستیم و نه دولت و سیستم کار کرده که ما را به مسیر هدایت کنه تا ما داره یک انسجام سیاسی لازمه باشیم. بحث قومیت، بحث نژاد، بحث های کلان تاریخی و هویتی باعث شده که متاسفانه انسجام سیاسی لازمه صورت نگیره. وقت انسجام سیاسی لازمه صورت نگرفت، خواست شهروندان من حیث ورودی سیستم من حیث خاص نیست. خواست احمد، خواست محمود، خواست کالویک، خواست رهبر اکس، خواست رهبر وای است. و این خواست ها برخلاف نظام های دموکراتیک که از متن جامعه گرفته میشه و دستبندی میشه و لایبندی میشه و وارد سیستم نظام سیاسی میشه نیست، بلکه خواست فردی است. اگر امتیاز سیاسی هست، اگر نیفهم توزیع قدرت است، اگر نیفهم توزیع منصب ها و توزیع فرصت های مختلف سیاسی و مناصب حکومتی است، همه خواست های فردی است. وقتی خواست های فردی وارد سیستم میشه، سیستم تلاش میکنه خواست افراد را جواب بده. وقتی خواست افراد جواب گفته شد، خب معلوم است اینها تلاش دارن با بحث قومیت، با بحث نژاد، با بحث مذهب من حیث یک موج استفاده کنن و این موج را سوار شه و خواست خود را از سیستم بگیره. گاهن همین خواست ها فیدبک های مثبت و منفی را وارد سیستم میکنه. شما به رهبر اکس که از قوم وای است یک امتیاز میتین، این امتیاز باعث میشه، شما دیدین در وقتی که مارشال سیب دوستم رتبه مارشالی را گرفت، یک مجموعه زیادی از مردم افغانستان ناراض شدن و حتی حاضر شدن در حضور مطبوعات خود را برهنه کنن. این معنی است که سیستم ورودی ها را در وقت تصمیم گیری من حیث خروجی، وقتی میته در جامعه ای که لایه های اساسی، شکاف های اساسی، شکاف های قومی و شکاف های هویتی و نژادی و زبانی است و هیچ کارم نشده بس به خاطر ملت شدن، یک تصمیم در آن واحد در یک کشورها میتونه یک فیدبک داشته باشه، یا چون از متن جامعه خسته یا مطابق میل و درخواست جامعه است یا خلاف میلش است. اگر مطابق میل بود، خب معلوم است فیدبک و بازخوردش مثبت است و سیستم حمایت میشه. اما اگر نبود، خب سیستم نقد میشه، انتقاد میشه، اعتراض میشه و سیستم تلاش میکنه خود را بازسازی بکنه. اما در افغانستان اینطوری نیست.
چون اینجا جامعه جامعه قومی، جامعه قبیلوی است، فرهنگ فرهنگ سنتی سیاسی است، یک تصمیم و یک خروجی میتونه دو تا فیدبک داشته باشه و این دو فیدبک باعث میشه تعارض ایجاد شوه. تعارض ایجاد شده انسجام سیاسی که توسط حتی ذهنی هم شاید وجود داشته باشند داشته باشه او را دوچار صدمه میکنه. لذا تا زمانی که ما یک سیستم خوب نداشته باشیم و سیستم در درون جامعه کار نکنه و شبیه نظام های پیشرفته به تمام خواستهای جامعه لبیک نگویه، ما متاسفانه همینطوره که فعلا دچار فقدان انسجام سیاسی هستیم و از این نبود انسجام سیاسی ما هم کشورهای قدرتمند منطقه و هم کشورهای فرامنطقه استفاده میکنه و منفعت میبره و زمینه را بسیاری اوقات در 40 سال گذشته همی نبود انسجام سیاسی و یک چتر کلان سیاسی در افغانستان بوده که زمینه مداخله، زمینه نفوذ آماده شده و ما دچار جنگ ها و دچار تشنجات داخلی هستیم. خب این سیستم را کی باید به وجود بیاره؟ قدرت های خارجی، امریکا، ناتو، بالاشکرکشی نظامی و سیاسی و فرهنگی نتونستن کار بکنن. شما در ابتدای برنامه هم اشاره فرمودین به این موضوع. در این مورد سه تا دیدگاه میتونه حاکم باشه. دیدگاه اولی است، ایده از جامعه شناسان و تاریخ دانان معتقد هستند که دولت شبیه همونطور که پیشتر اشاره کردم شبیه موجودات دیگه یک دوره تکاملی داره. ما بگذاریم جوامع انقلاب را، اعتراض را، جنگ را، همه را پشت سر بگذارونه تا به یک دولت کامل یافته دست پیدا کنه. یک نظر است. نظر دومی است که نه، هم ملت ها و هم دولت ها دست به دست هم بدن و من حیث عامل داخلی تلاش کنن یک دولت قدرتمند شکل بگیره. نظر سومی است که نه، شما بدون همکاری خارجی، بدون یک عامل خارجی قادر به یک تشکیل دولت قوی نیستین. به می خاطر اکثرا غربی ها، اکثرا دشمنان غربی تحریک میکنن دولت های خود را که مثلا برین در افغانستان دولت بسازین، در عراق دولت بسازین، در سوریه دولت بسازین، در کجا دولت بسازین، که متاسفانه این نظریه موفقیت عامتام خود نداشته، با چالش های زیاد مواجه شده و به تعبیر جناب استاد یک سیستم وارداتی کالایی است که به تن بسیار جوامع مناسب در نیامده و دولت ها دوچار شکست شده. بله، خیلی سپاسگزار هستم. به اتفاق هر دو استاد ارجمند یک میان برنامه کوتاه با هم مشاهده میکنیم و برای ادامه بحث دوباره خدمت شما هستیم. بعد از خبر. سلام دوباره به شما بینندگان ارجمند و خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از حضور همراهیتان با این برنامه. همچنان در خدمت اساتید ارجمند جناب سیف الرحمن ابراهیمی استاد دانشگاه و جناب دکتر محمد باقر سعیر استاد دانشگاه هستیم. از اینجا ادامه میدیم جناب استاد ابراهیمی که کسی به نام تد رابرت گار، جامعه شناس سیاسی امریکایی، معتقد است که عوامل ظهور و پیدایش تضاد میان دولت و مردم را باید در ریشه های تاریخی جوامع جستجو کرد. تضاد کنونی که فعلا وجود داره و جریان داره میان دولت و مردم در افغانستان از نظر شما چه عوامل تاریخی داره؟ خب از لحاظ تاریخی اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم در افغانستان در قرون معاصر زمانی که دولت شکل میگیره، موجودیت دولت در بین سه قطب متعارضی که در این منطقه وجود دارد، یک نوع موجودیت بسیار ضعیف در این منطقه شکل میگیره که از زمان پیرروخان یا زمان میرویس هوتک و احمد شاه ابدالی نگاه بکنیم، امپراتوری مغول هند است، مارل نهر است و صفوی های ایران هست که سه قدرت منطقه هست، ولی در بین سه قدرت منطقه یک موجود ضعیف که در ایجا ایجاد میشه و بعدا میره به طرف منطقه و شگفایی پیدا میکنه. اولین خواستش چون از لحاظ تاریخی سرکوب شده بودن، پس سرکوبگری این منطقه هست، ولی باز هم از لحاظ هویتی در بستر تاریخ وقتی نگاه میکنیم یک قوم واحد مثلا سبب ایجاد یک دولت میشه در افغانستان. اقوام دیگری که امروز
به یک نوع میخواهد که در بستر تاریخ جایگاه داشته باشه و به یک نوع تظاهر هویت بکنه، این در او زمان وجود ندارد. آهستا آهستا وقتی ریشه میگیره بر بنیاد دیدگاه یک قوم در افغانستان دولت ایجاد میشه و تقریبا دوره صدوزایی هاست، بارکزایی هاست که تقریبا 34 35 شاه از امو زمان تا یک دوره عبوری که بعضی کسای دیگه آمدن از یک قوم هستند، به اساس یک دیدگاه یک فرهنگ در ایجا دولت شکل میگیره. در حالی که در افغانستان امروز نظر به این شرایط جهانی شدن و نظر به تحولاتی که در منطقه و در سطح جهان به وجود میآید، این تغییر دیدگاه خودش یک تعارض ایجاد میکنه، چرا که این پذیرنده نیست برای کسایی که همیشه حاکمیت کردن. یک مسئله. مسئله دوم، بعضی اقوام دیگی که در افغانستان است از لحاظ تاریخی اما ماهیت هویتی خود بسیار تضعیف میبینه و کوشش و تلاششان داریست که در این برهه زمانی بر بستر تاریخ به حساب همو بار ارزشی خود داشته باشه، به او اساس این هم سبب یک نزاع بین اقوام و دیدگاه های مختلف میشه. سوم، خود مداخله و همجواری مناطق مختلف افغانستان به همسایه ها هستند که از لحاظ تاریخی ما همین اختلافات مرزی که داریم، ما نتانستیم که به عنوان یک دولت هم حاکمیت سیاسی خود حفظ بکنیم و این هم زمینه از این رفرام ساخته که کشورهای منطقه به اساس امو ارتباطات قومی و زبانی که در محلات مختلف داره یک نوع ابزار نفوذی را در افغانستان داشته باشه که این خودش از لحاظ تاریخی یک منبست ایجاد کرده و در برخی مقاطع تاریخ سبب اشتعال جنگ در بین اقوام مختلف و حتی امی احزابی که بر بنیاد امی هویت های قومی شکل گرفته درگیر ساختن. خیلی ممنون. ای از لحاظ تاریخی بله. امی اختلافات بودن. ولی بله اجازه بتین که امی موضوع را ارجاع بتین به جناب دکتر سعیر. فکر میکنم محورهای اصلی رو شما بیان فرمودین و استفاده کردیم. دیدگاه آقای تد رابرت گار قابل تعامل هست. ما اگر بخوایم که تضاد میان ملت ها و دولت ها را بررسی بکنیم با لحاظ تاریخی در افغانستان، بس چه سرچشمه ها به عواملی میرسیم؟ متاسفانه بعد از شکل گیری افغانستان معاصر و به ویژه بعد از شیرعلی خان، به ویژه در اوجش در زمان عبدالرحمن خان، متاسفانه تعریف قدرت و تعریف ساختار قدرت تقومی شد و نهایت تلاش شد که تمام داده های اقوام دیگر و سنت ها و فرهنگ هایشان و نقششان در نظام سیاسی کاملا محو شه و از بین بره. دولت ها به تعبیر اندیشمندان علوم سیاسی یک علت وجودی داره و امی علت وجودیش باعث میشه که ملت به خاطرش فدا کاری کنه، ایثار بده. ملت های مختلف مثلا شما آلمان ببینید، در جریان هر دو جنگ جهانی تمام آلمانی ها با تمام قوت و تمام قدرت با یک دستور هیتلر میان و در یک صف واحد قرار میگیرن. مبنایش یک بحث بسیار کلان نژادی بوده، اما شما در افغانستان، خصوصا در افغانستان معاصر با همه جغرافیا، متاسفانه هیچ نقطه تاریخی مشترک پیدا نمیتونین. پیدا میتونین اما طرف قبول نمیکنه. مثلا زبان فارسی در افغانستان زبان تمدن است، زبان مولانا است، زبان فارابی است، زبان ابن سینا است. اما شما میبینید در قرن 21 و در سال 2020 ریاست ثبت احوال نفوذ شما رو به زبان خارجی میشناسه. این معنای عدم تحمل تاریخی است. یا در مورد افتخارات تاریخی که میتونه نقطه مشترک هر دو باشه، هیچ گونه سرمایه گذاری صورت نمیگیره، بلکه در جریان تاریخ نادرخان میه شبانه کابینه فرهنگی تشکیل میده و دست به تحریفات تاریخی میزنه و تلاش میکنه که تاریخ را و فرهنگ را به گونه از گونه ها جعل کنه و فریب کنه که شما داستانهایش از طریق دکتر سیب ناشناس و بزرگان دیگه ای که واقعا آمدن منصفانه قلم زدن و حرف زدن شنیدید. اینها باعث میشه که ما یک بنیه تاریخی مشترک پیدا نکنیم. شما وقتی در هندوستان برین تمام هندی ها به بعض ارزش های مشترک تاریخ خود افتخار میکنن. شما پاکستان برین
پاکستانی ها با یک دیدگاه مشترک به بعض ارزش های تاریخ خود میبینن، با اینکه تاریخش هم بسیار محدود است. بله محدود است. تاریخ دو حالت داره، تاریخ یا وجود داره یا ساخته میشه. متاسفانه در افغانستان وجودیش حذف کردن، ساختگیش هم تحریف شده و تعمیل شده و تحمیل شده است و همی باعث شده که متاسفانه دولت‌ها اکثرا از دید اقوام دیگر من حیث یک نیروی متخاصم همان گونه که در جریان تاریخ عمل کرده دیده میشه و به صورت اتوماتیک و طبیعی دولت‌ها در درون افغانستان قطب مخالف خود داره. بله. یعنی نیروهایی که باعث شد یک زمانی به خاطر فروکش کردنش، به خاطر اضمحلالش دست و پنجه کنند. سپاسگزارم. خب حالا میرسیم به یک بحث دیگه ای جناب استاد ابراهیمی و او بحث ملیگرایی است. از نظر بسیاری از کارشناسان و آگاهان گفته میشه که عنصر ملیگرایی و تقویت روحیه در بین مردم و دولت مردان موجب تعامل و سازگاری مردم با دولت و همینطور دولت با مردم میشه، در حالی که آنچه در مورد رهبران و نخبگان سیاسی و دولت، حتی دولت مردان افغانستان گفته میشه ایست که اینا هیچ حس ملی و تعهد به منافع ملی افغانستان ازشان سر نزده و مشاهده نشده. اگر ما بخوایم از این منظر به وضعیت افغانستان نگاه کنیم، ملیگرایی در کشور ما چه وضعیتی داره؟ خب نگاه ما به ملیگرایی این تعریف شده نمیتونه در تجسم یک شخصیت، در کارکرد یک شخصیت. این دو بود داره، یکی بود خارجی داره که سبب ایجاد انگیزه ملیگرایی میشه که او تعریف یک دشمن مشترک است که از لحاظ تاریخی زمانی که در آلمان و فرانسه شکاف های مذهبی و قومی به وجود می آمدن، باز یک جنگی را در بین خود آغاز می کردن و سبب انسجام درونی دو کشور می شد. به او اساس ما در افغانستان یک دشمن مشترک نداریم که یک تعداد ما مثلا طرفدار پاکستان است، یک طرف طرفدار تاجیکستان، ایران، همی کشورهای منطقه هستند. ما از یک دید واحدی که بر مبنای منافع ملی باشه نداریم. هر کدام ما کوشش میکنیم که به یک نوع امو کشوری که از لحاظ فرهنگی و تاریخی یک سلسله اشتراکات داره او را خوش بسازیم و در دیدگاه اونها ما یک هویت جدید ایجاد بکنیم. یک مسئله. مسئله دوم ارزش های درونی یک کشور است که سبب ایجاد یک انگیزه ملی‌گرایی میشه که او ارزش ها ممکن ارزش های ملی باشه، ارزش های فرهنگی باشه، ارزش های تاریخی باشه. وقتی تاریخ در افغانستان میگه که تاریخ جعل است، بنابر یک دید شکاکانه به تاریخ مبارزات امی 400 یا 500 ساله افغانستان دیده میشه، خودش سبب ایجاد شکاف های قومی میشه. مسئله دوم از لحاظ فرهنگی شما ببینین، ما تا امروز فرهنگ واحد ملی نداریم که به اساس او فرهنگ حتی در داخل افغانستان شما میبینین همی بعضی مجالسی که برگزار میشه به خواست اینوان برگزار میشه. یعنی ما از لحاظ تاریخی همی یک جشن نوروز بود، او را هم از لحاظ دینی ما نقد کردیم و گفتیم که در دین ما جشن نوروز نداریم و رفت به کشورهای دیگه تاجیکستان و ازبکستان را تجلیل میکنه. به او اساس از لحاظ فرهنگی هم ما یک ملت تا به حال نشدیم. از لحاظ ارزش های دینی هم ما یک کشوری که بر مبنای عقلانیت دین پذیرفته باشه و ارزش های دینی خود را باید متابعت بکنیم، ما به اساس سنت و به اساس عرف از دین هم متابعت کردیم، در حالی که دین یگانه گزینه خوبی است که حتی فرا ملی‌گرایی را در بین مسلمانان ایجاد میکنه. به او اساس در افغانستان ما گفتیم که یک دید متعارض است و یک مسئله بسیار عمده ای است که از لحاظ ساختار سیاسی شما ببینید وقتی ما به یک بلوغ سیاسی نرسیده باشیم، موجودیت احزاب کوچک و قومای کوچک سبب از این میشه که اینمی تعرض، موج تعرض دیگه هم متول شوه، چرا که گروه های کوچک هیچگاه توقع از این را نداره که با ابراز یک سلسله شعارهای ملی‌گرایی بتانه که آرای تمام ملت کسب بکنه. به او اساس اونها گزینه مطلوب و خوب برش محور قومیت است که سبب تداوم همین شکاف ها
خواه در افغانستان شده و به او اساس ما نتانستیم که یک ملت واحد شد. ولی دو پیشنهاد ما است که به خاطر ملت شدن، یکی به اساس عقیده اسلامی، اگر ما تولیداتی در داخل کشور همسان بسازیم که مثلا فاصله بین مسجد و مکتب و دانشگاه از بین بره، ما میتونیم که به یک سطح موازی آگاهی اسلامی برسیم. بس. یک مثلا. مسئله دوم، امروز قرن 21 قرن برتریت اقتصاد بر امور فرهنگی و سیاسی هست که از لحاظ اقتصادی اگر ما بتانیم نظر به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک و اکنومیک خود بتانیم توجه منطقه را به افغانستان جلب بکنیم و نظر به آثار و ابدات تاریخی که در افغانستان داریم، معادنی که هست، همه خاکی که برای زراعت داریم و موقعیتی که افغانستان داره، این را توجه منطقه را جلب بکنیم که سایر کشورها مثل دبی، ترکیه و ایران، این کشورها کوشش میکنن که یک نوع تحرکی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی سرمایه های بسیار زیاد سرازیر شود. او در صورت میشه که در افغانستان امنیت باشه. در اینجا اگر از لحاظ اقتصادی به یک سطح رفاه برسیم، پس ممکن است که امی اختلافات خرد و کوچک سبب ازی شود که تحت یک منافع واحد بزرگ این خرد شود و به عنوان یک ملت مبدل شویم. بعدا باز میتونیم که امو خواستهای خود، چرا که وقتی متمول باشیم از لحاظ اقتصادی، باز ضرورت به این میشه که ما بیشتر پشت تکاسب قدرت باشیم یا بیشتر پشت منافع خرد و کوچک قومی باشیم. بعدا باز یک فکر فراملی و فرامنطقی را پیدا میکنیم که افغانستان میتونه از لحاظ اینکه همو شالوده‌های از هم گسیخته به عنوان یک کتله واحد ایجاد شد و ما به عنوان یک مملکت حرکت به سوی پیشرفت داشته. خیلی عالی، سپاسگزار هستم. خیلی عالی. بحث دیگری که در کنار ملی‌گرایی میتونیم مطرح بکنیم این است که حالا ملی‌گرایی به عنوان یک عنصر و یا مؤلفه بسیار تاثیرگذار که رویش بحث شد میتونه موجب همسویی و سازگاری دولت و ملت شود، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی چه چیزهای دیگه، چه مؤلفه های دیگه ای میتونن به کمک حرکت جامعه ما به سمت ملت شدن بیایا و کمک بکنه به تعامل سازنده و متقابل دولت و ملت در آینده طولانی دیگه؟ حالا